الله الرحمن الرحیم به نام او خدایی که همیشه مع صابرین هست به نام او خدایی که همراه شما صابرین هست به نام او خدایی که همیشه صابرین را دوست داره و همیشه با آنها یاری میرسانه سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز شما همراهان همیشگی برنامه روشنا امیدوار هستیم که زندگیتان همیشه صبورانه باشه و ما هم این برنامه زیبا تقدیم شما عزیزان میکنیم شما عزیزانی که زندگیتان پر از صبر هست پر از شکیبایی هست پر از بردباری هست و بخشش بسیار عالی اما عزیزانی که همیشه در زندگی خودشان میگن ما صبر داریم بسیار کسا را که میگن ما یک قدر در زندگی صبر کردیم یک قدر صبور هستیم ولی وقتی که ببینی در زندگی خب خشم دارن بد اخلاقی دارن تنفر دارن کی ندارن علاقه و خوشی بیش از حد دارن حتی گاه گداری ببینی که زود قضاوت میکنن و زودم جواب هر کسه میتن اما با خودشان میگن که من بسیار آدم صبوریم هستم خب آیا به نظر شما یه احساساتی که یک نفر داره میتونه جز خسلت های کسی باشه که صبور هست خب قضاوت میسپارم دست خدا شما عزیزان بیننده خب حتما از صحبت های من متوجه شدین که ما امروز بله روز پنجشنبه هست و در رابطه با صبر با شما عزیزان میخوایم صحبت های داشته باشیم برنامه های زیادی داشتیم تا بال که در این مورد گفتگو کردیم و امروز هم میخوایم با شما عزیزان صحبت و گفتگو داشته باشیم خواهر خوب خانم حسن زاده کارشناس امروز برنامه ما هست بعد از یک وقفه ای که میگیریم کارشناس دعوت که تشریف بیارن و صحبت و گفتگوهای خود ما را شروع کنیم صبر ایوب یک قصه قرآنی ایوب علیه السلام یکی از پیامبران خدا بود او چندین مزرعه و باغ داشت و تعداد زیادی گاو و گوسفند حضرت ایوب به پسرانش میگفت بگردند و اگر با فقیر یا یتیمی برخورد کردند از او دعوت کنند تا به خانه ایوب بیاید و با آنها تعام بخورد ایوب بنده پرهیزکاری بود و در همه حال خدا را شکر میکرد. یک روز شیطان نزد مردم رفت و به آنها گفت ایوب خدا را شکر میکند چون در ناز و نعمت است. او گرسنگی و تشنگی نکشیده تا شکر کردن یادش برود. مردم که این سخن را شنیدن گفتند درست میگوید مهم آن است که در فقر و نداری هم شکر گویید. از غذا گوسفندانش مردند گاوهایش تلف شدند مزرعهایش خشکیدند سرانش مردند خودش نیز بیمار شد مردم او و همسر با ایمانش را از شهر بیرون کردند آنها بسیاری از روزها گرسنه و تشنه بودند اما ایوب در هر حالی خدا را شکر میکرد او رنج های زیادی را تحمل کرد اما آنقدر صبور بود که هیچگاه لب به شکایت باز نکرد سرانجام هم موز صبرش را گرفت خداوند نعمت هایی را که از او گرفته بود دوباره به با او بازگرداند بچه هایش را گاو و گوسفندانش را سلامتیش را حالا او صبرش معروف ترین صبر است اگر کسی بسیار صبور باشد میگویند فلانی صبر ایوب دارد امام سجاد علیه السلام هم در مورد صبر میفرمایند نزد خداوند متعال حالتی محبوب از یکی از این دو حالت نیست حالت غضب و خشمی که مؤمن با بردباری و حلم از آن بگذرد و حالت بلا و مصیبتی که مؤمن آن را با صبر و شکیفایی پشت سر بگذارد ما من جرأت احب الى الله من جرعتین جرأت غیز این ردها مؤمنو به هلمی و جرأت و مصیبت ردها مؤمنو به سر خوب خوش آمدید میگیم با شما عزیزان بیننده هزی که همراه ما هستین و چقدر خوب است که یک برنامه رزی داشته باشین که هر روز در همین ساعت بیننده برنامه روشنا باشین و اما قبل از اینکه میان برنامه رو ببینیم گفتیم که موضوع ای هفته ما و ای پنجشنبه ما باز هم صبر هست و آثار طبیعتی صبر رو بررسی کنیم البته بگویم که شما از دانه که نو به جمع ما پیوستیم ما در رابطه با صبر هفته های زیادی صحبت و گفتگو کردیم و این موضوع بسیار بسیار اهمیت دارد در زندگی کسایی که این قدرت صبر را در دست دارن مطمئن باشند که زندگیشان پر از موفقیت ها و خوشبختی ها خواهد بود پس اگر که تا به حال این قدرت صبر ما در دست نداریم بیایم تمرین کنیم کوشش کنیم که از همین امروز همزمان با برنامه روشنا صبر در وجود خود ما پرورش بدیم یک دفعه نمیشه میتونیم کم کم و قدم به قدم این قدرت و این موضوع صبر که چقدر اهمیت داره در زندگی خود ما و در وجود خود ما پرورش بتیم و او را حال رونق بتیم در زندگی خود ما خب خاله خوب و خانم حسن زاده در استودیو آمدن سلام علیکم می خدمت خدمتشان سلام خانم حسن زاده بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و محترم ان که در هر کجا هستن سالم تندرست و موفق باشن زنده باشین تشکر همچنین شما همچنان موفق باشین خانم حسن زاده آثار تربیتی سب در زندگی ما فکر می که در هفته قبل ما یک صحبت های در ای بله. این زمینه داشتیم بله. حالا خب ادامه همون صحبت های قبل هست و چقدر اهمیت داره آثار تربیتی سب در زندگی ما بله ما در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان محترم بودیم نقش سب در زندگی رو بیان کردیم مهارت های ایجاد صبر رو در زندگی در زمان سختی ها و اینکه در تربیت فرزند لازمه برای والدین صبر داشته باشن این مسائلی بود که در جلسات قبل خدمت بینندگان محترم بیان شد و اما جلسه قبل ما بحث آثار صبر رو بیان کردیم و الان میخوام آثار تربیتی صبر رو در خانواده بیان کنیم که یک فردی که میخواد صبر کنه در تربیت او خودی رو. و اطرافیانی چقدر میتانه تأثیر تاثیرگذار باشه و این چه گونه صبری باشه که آثار تربیتی داشته باشه و از نکات مهمی زندگی می باشه ما این رو همه قبول داریم که هیچ انسانی نیست که به وقتی این صفت زیبا لازم نداشته باشه و هیچ خانه ای نیست که هیچ خانواده ای که اعضای خانواده او به این صفت زیبا آراسته نباشن و او خانواده موفقی باشه پس هر خانواده موفقی باید این صبر و شکیبایی رو در زندگی خودشان داشته باشن خب حال به هر اعضای خانواده ممکنه این سب به یک شکلی باشه بلد. که برای اونها مایه رشد و تربیت صحیح اونها بشه حالا برای پد... مثلا برای خانم خانه که ما میتونیم بگیم مظهر صبر است در خانه یعنی عجین شده وجود یک مادر با صبر که ای در زندگی های روزمره هم بیشتر از همه چون وجود عاطفی او زن ما ای رو میبینیم چی با برخورد به اولادهای بله خود بله در بحث تربیت اولاد یک نوزادی چقدر رنج و مشقت داره بزرگ کردن رو تا سه باید هر دم مراقب از او باشه هر ثانیه به او توجه داشته باشه و حال بزرگتر شد از سه, سه سالگی تا, تا با یک نیازهای دیگه داره توجه خاص بله. در بحث تربیتی و بزرگتر بشه به حال به حساب سریگی به مدرسه میره و این خودی بحث مدرسه از این وحیمت تبرفتن از این خودی یک بحث خاصی داره که تکالیف از اون انجام بده مادر باید باید همراهی کنه برای تکالیف مدرسه خب این خلاصه مادر میخواد سب داشته باشه در تربیت اولاد و حتی با همسر یا ممکنه همسر اولاد مثلا اخلاق خوبی نداشته باشه با اولادها یا با حتی خانواده همسر ما میتونیم این صبر مادر رو خیلی گسترده در نظر بگیم حالا تنها برای مادر نیه ما گفتیم اعضای خانواده برای پدر سر کار میره حتی رارندگی کردن در هر مسئله نیاز داره یک مرد صبر داشته باشه در برخورد با همسر در برخورد به اولادها خب حالا ما میگیم که این صبر باشه همونطور که در تعریف خود گفتیم صبر یعنی قصه خوردن نیه یعنی. خودخوری کردن نیه داریم. بلکه مقاومت کردن میتونیم این رو برای یک فرد بیان امه. کنیم که استقامت کردن به همراه هدف و برنامه ریزی هست چون یک خانواده ما گفتیم از آثار صبر اینه که یک خانواده میخواد ب... پا بر جا باشه و حفظ بشه ام. کانون خانواده پس این خود یک کار کوچکی نیست خب ولی بعضی حالا اگه بخواین نه خودخوری باشه داریم بعضی وقتا میگن ما صبر میکنیم تحمل میکنیم مجبوریم بکنیم این دیگه اون سا... کار سازنده رو نداره او اثر تاثیرگذار گذار رو دیگه نداره مم. حتی باعث میشه ما داریم که بعضی ها میگن صبر ما دیگه تمام شد یا کاسه صبر ما سرریز شد یعنی اون که درست مثلا انجام نمیشه ب... به طریقه که... احسن تکنیک هایی که مال بدن میگیم اون خب. او تکنیک ها در این صبر نیه آه. یعنی فقط ای منظور این منظوری نیست که مثلا تو بسوزی و بس بسازی اصلا. جب نیست اصلا همزمان که انسان داره صبر میکنه باید او هم مدیریت شوه مدیر با تدبیر باشه با تدبیر آه. باشه که باعث رشد و تربیت خودی بشه با وقتی خودی درست استفاده کرد میتونه بقیه رو از میتونن درست استفاده کنه. نیست وقتی که بسیار کسا مثلا با بلوان مثال مثلا ببینی که در زندگیش مشکلات داره خب میگه من صبر قدر صبر میکردم آخر ما به نتیجه نرسیدم میگه قدر صبر کنین مثلا شما باعث صبرتان باعث موفقیت میشه اما من موفقیت ندیدم بخطر از که مسیر صبر و روش های صبر و که چه قسم و چگونه او صبر مدیریت بشه را او را متوجه, متوجه فکر کردم بس صبر کنم ساکت باشم همین کفایت مم. میکنه ما میتونیم انسان صبور رو یک مثال بزنیم مثل انسان صبور مثل انسان ورزشکاره هر چقدر این ورزشکار ورزش میکنه قویتر میشه و باعث میشه به مراحل بالاتری برسه رشد پیدا کنه این ورزشکار هیچ از ورزش کردن خسته نمیشه بلکه لذت میبره بله. یک انسان سبور باید چنین مثل ورزشکار ورزشگار باشه که هر چه سب میکنه رشدی بیشتر بشه به مراحل بالاتر بشه و باعث پیروزی هزی بشه ام. به درجه عالی بتونه برسته این صبر ارزش داره و او اجرا کردن تکنیک هایی که در صبر لازمه ما اج... بکنیم و این هر چقدر جلوتر بره موفق داره بله. <متحدث> مثل همون ورزشکار هر چقدر <متحدث> ب... مثلا سالهای پشت سر هم بگذاره ای باعث میشه برایل مختلفی بخ... رو بله. <متحدث> کنه و قوی تر بشه ای ورزشکار ما به این ما خواهیم بیان کنیم که ای ب... یک تربیت خوبی باید باشه که بله. در زندگی او اثر گذار باشه یک صبر دیگه هم که ما میگیم که باعث میشه که انسان رو قوی کنه و ب... باعث رشد و تعالی انسان بشه حتی میتونه به فضای خانه کمک کنه ولی بعضی از صبرا فکر میکنیم که ما الان صبر کنیم حتی باعث میشه خود خور ضعیف کنیم مثلا کسی که همش خودخوری میکنه خوب. مثلا به چی و کار خلافی انجام بده داده اشتباهی انجام داده. داده یک بچه خوردی بده قضا رو بد خورده مثلا آه. مثال ساده رو میزنیم دوست. قضا رو بد خورده خب این باعث میشه که حالا هیچی نگه بری و بگه به نداره مم. کار خواه انجام بده ولی همچین خودخوری بکنه مثلا ناراحت بشه خشمگین بشه باز یک جایی به سر ازی بچه خالی کنه این دیگه او صبر ارزش داره گرچه همودم نگفته باعث شده بعد از او ایجاد باشه یعنی همی که باعث رنجش او بچه شوه یا ای که به خودش صدمه بزنه آره. حتی خود خور ضعیف کنه این دیگه ای نمیتونه دفعه دیگه صبر کنه تحمل کنه بری قدرتی اون نداره ولی ما صبری رو میگیم که ایجاد فضای سالم و شاد باشه در خانواده یعنی وقتی که صبر میکنی او فضای خانه هم فضای شادی رو ایجاد کنی مشکلات رو با آرامی دفع کنی یعنی همیشه به که جلوی را ما مشکلات هست داره. و این مشکلات رو باید چنان از سلامت روحی برخوردار بشه یک انسان ناراحت و خشمگین دیگه نمیتونه از اون سلامت برخوردار نیه که بتونه این مشکلات رو به راحتی برطرف کنه بلکه ناامیدی سراغ از یا افسردگی سراغ از مثلا چه کسانی بودن که زندگی های واقعا سختی داشت؟ یا با خانواده خود خو یا با مثلا همسر خو همسر بد اخلاق داشته یا مثلا خانواده همسر بد اخلاقی داشته این خانم میگه ای می من صبر کردم ولی بله صبر کرده از اون ناامید هست افسورده است حتی باعث میشه که قرص اعصاب مصرف کنه این صبری صبر به جا نبوده صبری نبوده که اون مقاوم کنه اگه واقعا صبر اجرا میکرده به طریقه احسن صبری و مثلا در طی زندگی بله ایجاد بلده. میکرده یعنی به اون روحی اردشت حتی از صبر کردن خود لذت میبرده دقیقا. نه که به دو چهار خدا نکرده بیواری روانی بشه بلکه یک نشاط در زندگی خود ایجاد میکرده این فرد خب هر وقتی هم که احساس میکرده که این اتفاق بر وفق مراد از اون نبوده از کنار از او با آرامی رد می شده ام. مثلا شما فرض کنید یک فردی که داره راه میره بله خب ممکنه یک سنگی به پا از گیر کنه و به زمین بخوره ام. آیا وقتی که به زمین خورد دیگه بلند نمیشه ما میگیم که حتی بلندش پاهاش رو تکونده به کمی راه بره ببینه صدمه ای ندیده بله. خب این همون صبریه که ما میگیم همراه مقاومت باشه درست. همراه خودخوری و حتی علت از اون رو بررسی کنه که چرا مد از زمین خوردم اصلا این که دیگه به درجه عالیتر تر میتونه آلی. پیش رفت کنه و این فرد میتونه مسیر خور پیدا ام. به مسیر خور ادامه بده و حتی دردی و اینها هم احساس نکنه ولی نه فردی که به زمین خورده حال در مشکلات انسان آمده یک مشکلی پیش آمده همون در, در جا بشینه بگه دیگه من مشکل شد دیگه دیگه اصلا قدرت ندارم حرکت کنم ام. یعنی رمقی به من نمونده که من حرکت کنم این باعث میشه که نتونه جلوی اون مشکل بیسته همو خودخوری میشه ام. همو آسیب زدن و ضعیف کردن روح و روان انسان میشه باز اگر خب... این پدر یا مادر یه خانواده باشه خب ببینین که چی میشه دیگه چی آسیبی به فرزندان این خانواده کل اون و خانواده خب حالا ما میگیم این چه تکنیکی به کار ببره ام. که بتونه که این صبر رو ایجاد کنه و از مانه به خوبی عبور کنه و او فضای سالم خانه هم و حفظ بنیان خانواده هست ایجاد بشه خب میگیم اولین کاری که میتونه بکنه هر فردی مثلا حالا یک ش... همسر بد اخلاقی در خانه مم. داره خب یا فرزندی داره که ناآرام است مثلا شرور هست دست. خب این خانم میگه من صبر میکنم در حینی که صبر میکنی میخوای اگه لذت ببری از او مم. صبر کردن خود و بتانی پیشرفت و رشد بشه و حتی خود فرد تربیت بشه زمانی ایجاد میشه که این نکته خیلی مهم هست مم. که این بگه یک نکته منفی داره با یک نکته منفی داره همسرم بد ولی خب. هزاران نکته خوب در زندگی این فرد هست مم. من میتونم به اونا اتکا کنم خب. و اون نکات مثبت ای رو در نظر بگیرم از این نکته منفی از او بگذرم بگذرم به راحتی بگذرم و هیچ توجهی نکنم نه که من به جلو از صبر کنم هیچی نگم خدای نکرده بعد از او بیایم پشت سری و یا به خانواده خود خو یا به خانواده خود از او یا به دوست و اقوام بیایم اعتراض کنم و شکایت کنم دیگه صبر نمیشه درست اینجی زمانی هست که بگه نه همسر من اخلاق بدی داره از اون وقت فرد نکات مثبت دیگه دارم از اون طرف رفتار خوبی داره و نکات مثبتی به صور بله, بله در نظر بگیره این صبر کردن برای خانم باعث میشه سازنده باشه و خودی هم رشد کنه بتانه افراد خانواده رشد روش بده دومین موردی که تکنیکی میتانه ب... خانم از قسمت یک سوال برای پیش آمد بفرمایید یکی خب مثلا زن در مقابل اخلاق بد همسر خود صبر میکنه خب باز ای چه قسم به او بفامانه که اخلاق تو خب او شورم فکر میکنه خو خب ایج گپ نیست دیگه اونم این خانم مثلا اون دیگه پذیرفته اخلاق مره و صبر میکنه حالا خب شاید او کلمه صبر به کار ولی خود او زن مثلا میگه که من صبر میکنم درست؟ خب دیگه این قسمت اینجا صبر باز به تنهایی پیش میره دیگه چرا که سازنده نیست برای اون نفر مقابل برای کسی که صبر میکنه نه خب سوال من متوجه مثلا اون همسر از او که اخلاق بد داره خانومش صبر میکنه خب اینالو او همسر از او از کجا بفهمه که ای در مقابل اخلاق بعد از او صبر میکنه که یه همسر... اخلاق از او که خوب نیست اصلا که یه همسر فکر نکنه شکیبایی ای زن سه صدر ای زن وظیفه ای زن آ دیگه هم وظیفش آره. از همی که یا اصلا شاید متوجه از این نباشه که من اخلاق واقعا بعد چون بعض وقتا مثلا یک چیز جز سرش رو اخلاق یک نفر میشه او طبیعی میشه بر از او دیگه او فکر نمیکنه که این مثلا بدش میایه یگان کسا از اخلاق خوب بعد از او خب اینالی صبر ازی ای خانوم چه قسم باشه به چه گونه ای باشه که همسر از او هم متوجه از ای شبکی داره در مقابل اخلاق پدرم صبر می باید تغییر ایجاد شود در او بسیار نکته خوبی اشاره آه. کردیم واقعا لازم است در یک خانواده که میخواد تربیت بشه و رشد پیدا کنه چون ما نمیخوایم صبر کنیم بسوزیم و بسازیم بله. خودخوری کنیم این باید او تغییرات در طرف مقابل چی اولاد باشه چی خود فرد باشه مم. ایجاد بشه ما یک نکته رو ما جلسه قبلم گفتیم ولی این نکته رو من لازم میبینم. دوباره بگم خانواده ای که صبر کردن نیکی کردن رو هر فرد میبینه این رو باید ما دقت کنیم مهم. هر فردی به کسی نیکی کنه این نیکی کردن رو میبینه چون انسان دارای عقل دیگه بله. انتخ... او عقل هم انتخ... قدرت انتخاب داره مهم. خب بعدش اینج تشخیص میده که خود فرد میدانه که از رفتار من خانم ناراحت شد ولی به روی خودش نیبود و در مقابلش به من نیکی کرد این خودش یک تلنگری برای او فرد میشه مهم. که اخلاق خود تغییر ایجاد کنه یا حتی او فرد بگیم نفهمید که من بهش نیکی کردم وظیفه ما برداشت کرد. اینجا میگیم یک سوال در بحث روانشناسی ما این نکته رو داریم افرادی که به نو... نکات مثبت و منفی خود خو خب زیاد آگاهی ندارن از طریق مطرح کردن سوال به چه شکل؟ از زن از مرد از اولادا خب بخواد که در باره من قضاوت کنیم مم. یک نمره بدیم که من چقدر آدم صبوری هستم یا چقدر نکات منفی در ما من وجود داره و از یا, یا کس دیگه باشه که بهتر یا مثلا از همسر اگه متوجه شد که همسر به این نکته توجه نکرده به یک شغل به بکل دیگه ایم. یعنی محبت آمیز بیان میکنه که مرد من از این کار شما راضی نیستم ولی بله بله بله. بهتره که مثلا به این سبک کار شما انجام بشه یک به صورت ظریف ای رو بیان میکنه نه جنگ دعوا که مثلا بخواد جنگ و دعوا و مشاجره بله اینا باشه بله. که سودی هم نداره این خود طرف متوجه میشه حالا ممکنه در جا اصلاح نکنه ممکن دفعه های بعد امیدی هست که دفعه های بعد این اصلاح بشه و این نظرسنجی که من آمد را کردم همین لازم میدانم که بگم این باعث میشه که انسان حتی خودمه حتما لازم نیم از بقیه بپرسم خود از خود مثلا در مقابل کارهایی که اطرافیان در من انجام میدن من بدانم که چقدر مصبور هستم چون بعضی از وقتا من خودم فکر میکنم خیلی آدم صبوری هستم او... همونطور که شما اول فرمودید بل... ولی او صبر من صبری نیست مثلا در مقابل به کارهایی که قرار انجام بشه و حتی صبرمه باعث شده خود طرف مقابل آسیب بزنم بله. و این رو خوب, خوب از خود خود اول سنجی داشته باشه بعدش از اطرافی ها خب چه اشکال داره یک مادر از اولاد خوب بپرسه بله یا یک پدر از همسر و فرزندان خوب بپرسه که من چقدر صبور هستم یعنی این صبر ما هست یا ما صبور هستم یا نیستم درست. او اولاد ها میگن که مثلا این صبر از او چقدر است و میتونه روی این موضوع فکر کنه بلد. و یک تربیت نیکویی رو در خانه شکل بگیره ولی اگر از نظر سنجی و اینا نباشه بیشتر روی خود خود انسان آه. میره مرد روی خود خود میره هیچ هیچی آگاه هم نیست. زن هم روی خودش بود در خانواده بسیار اهمیت داره بسیار که بعد از ماجره ها، بعد از بداخلاقی ها مثلا سب داشته باشم و بعد از او در یک فرصت مناسب به خوبی بگویه که من از این اخلاق تو خوشم نمیاد ای از این تو خوشم نمیاد بسیار عالی و او هم به زبان مثلا لحن با لطافت و اینها باشه خب حالا ما گفتیم نکات مثبت طرف رو در نظر بگیریم ممکنه یکی فرد بگه من اینقدر نکات منفی می ب... زیاد داره که من نکات مثبت در این نمیبینم ایده که باید دید خود تغییر بده این ای جوری است که هیچ کسی انسان درسته مثلا اختلاف ها در بین سلقه ها مختلف باشه ولی جوری نیست که همه انسان ها بد باشن مطمئنا هر انسانی ده ها خوبی داره یک بدی بله. اگه من همه چیز رو بد میبینم این دیده یعنی یک مقدار به خود خواهم رجوع کنم خیلی به خود خود مطمئن نباشم و یک مطلب دیگه هدف را همیشه در نظر داشته باشه انسان برای رسیدن به مقصد من که الان صبر میکنم چه اهدافی دارم یک فردی که ممکنه در سال خال... شوهر بد اخلاق، حالا همسر بد اخلاق داشته باشه، خب در صبر کنه ولی یه هدف بالاتری داره ممکنه فرزندان سالی رو تربیت کنه دقیقاً یعنی صبر خواهد... میکنه به خاطر فرزندانی که محیط آرام داشته باشن محیط آرام داشته آه. باشن بتونن خوب پرورش پیدا کنه و همین تربیت فرزند ساله تمام اجر او صبرهایی میشه مم. که او در طول سالیان سال صبر کرده و این خودی رو برای انسان کفایت میکنه و راضی نگه میداره انسان را خب این از مسائلی بود که در خانواده ما بیان کردیم ولی آثار تربیتی دیگری هم این شکیبایی ما داره بله. ما, دار... ما, گفتیم در جلسات قبل که خداوند دعوت به صبر میکنه میگن بندگان من صبور باشین حتی سفارش به صبر میکنم بله. خب ما بزرگترین کاری که میکنیم اطاعت خدا رو به جا میاریم مم. و این فرمانبرداری خداوند با اسمش خدا در عوضش برای انسان قرار بده مم. و این خودش باعث انگیزه صبر میشه و یک نکته بسیار تربیتی مهم هست حالا میگم ممکن به چه شک باشه این صبری که اطاعت باشه ما یک آیه قرآن رو میخوانیم که سوره در سوره آیه سوره انفال آیه 46 خداوند متعال میفرمایند واسبرو ان الله مع الصابرین یعنی تو صبر کن و بله. خداوند هم به تو هست حالا ممکنه سوال بشه که ما صبر کردیم عجله در تصمیم ما تو خور نگرفتیم بله. بلکه اراده و رضای خدا را هم در نظر گرفتیم و حتی یک صبر دیگه من میتونم در همین یک نکته اخلاقی بگم که واقعا سازنده است صبر چی خوب است نه تنها صبر خالی باشه صبری باشه همراه توکل همراه س... با توکل. توکل. یعنی خداوند کفایت کنه رضای خدا در این صبر باشه یعنی نیت کنم مثل که مثلا ما یک کار خیری که میخواییم انجام بتیم مثلا بگویم خدایا من یک کار به خاطر رضای خودت میکنم صبرم که میکنیم بگیم خدای ما به خاطر تو مثلا این صبر میکنم و اینجا و... هست که هدف من داره میشه. داره آه. و داره اجر و ثواب اخروی میشه این نکتهش هم هست خب میگه که من الان تحمل کردم سعی صد کردم و این رو به خاطر خداوند و ای باز هم به درجات بالاتر انسان برسه همراه شکر یعنی مانع بوده ها و او انسان در برابر مانع قرار گرفته میگه خدایا این مانه رو که در جلو ارائه من قرار دادی من تو رو میکنم چون این مایه آزمایش و امتحان مایه بله. و باعث میشه من رو بسازه خب این دیگه درجه بالاتر از اونه و خداوند در عوض چی کار میکنه این میخوایم بیان کنیم امدادهای غیبی میگیم همراه ای بنده هست حالا ممکنه سوال بشه ای امدادهای قیبی چیه همون که ان الله هم از صابرین خداوند همراه صابرینه به چه شکل است ما سوره آل امران داریم آیه 125 خداوند متعال میفرمایند اگر شکیبایی و استقامت خودتان را حفظ کنید درست. یعنی تقوا پیشه کنید این بحث جهاد رو داره مطرح میکنه بله ولی بله. بله صرف جهاد نیست برای تمام زندگی های روزمره مم. ما میتونیم این رو پیاده مم. کنیم و پرهیزگار باش یعنی تقوای خدا رو پیشه کنی دشمنان همه با سرعت به سراغ تو بیان چون همیشه مانع ها و حادثه به سرعت به سراغ زمین ده. اینجا بحث دشمنان رو مطرح میکنه پروردگارتان برای شما فرشتگان قرار میده حتی یک تعدادی رو میفرماید پنج هزار فرشته حتی گفتن برای شما قرار میده که از شما محافظت کنن خب این یعنی امدادهای غیبی او فرشتگان از کجا میان به خاطر صبر کردن انسان بله. میان. تقوایی که پیشه کرد خب زمانی که انسان خداوند رو در زندگیش قرار بده ملاک بله. رو رضای خدا قرار بله. بده همین که به قول شما نیت خدا رو در زندگی قرار بده هیچ مشکلی نمیتونه او برای او صد بشه بله. و راه او رو ببنده بلکه مشکلات برای او یک جور میشه که به راحتی قابل حل باشه و او امداد الهی هم کمک اون میکنه با و... تا... یعنی با کمک امدادهای غیبی مشکلات خود به راحتی هم... میتونه برطرف, کنه, کنه اصلا بعد دستیابی به مقام محسنین ای آثار تربیتی دیگه است خب میگن ممکنه به چه شک باشه خداوند به نیکوکاران یک عجر بی میده اینجا برای صابرین هم اجر بی حساب در نظر گرفته خداوند فرمودن سوره هود آیه 115 شما صبر کنید خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکنه یعنی همیشه او پاداش در نظر خدا هست ممکنه ما بگیم ما اینقدر صبر کردیم در این دنیا چیزی آیه بود ما نشد. بله به دنیا مثلا چیزی مادمی. ما سب کردیم در مشکل اقتصادی همسر خود ما سب کردم به خاطر اولادهای خود ولی بله مشک... مشکل ما حل نشد همچنان باید سب کنم مم. میگم نه اگه خدا در این دنیا برای شما قرار نداده چون آیه قران دیگه حتما در سرای آخرت به بهترین وجه به شما قرار میده هیچی رو خداوند زای نمیکنه هیچ نیکی رو خب حالا میگن کسب پاداش الهی اتفاق میفته خب وقت پاداش بیاد پاداش الهی مد نظر باشه انسان خودی باعث میشه که انگیزه برای ایجاد بشه برای, برای شکیبایی کردن دقیقاً برای... ای... احساس آرامش با آدم دست مثلا میگه که خب ما حالا که مثلا صبر میکنم قدر در مقابل سختی ها و مشکلات این صرفا به خاطر هموطنهای خوب میگم که مثلا در داخل یک در حال کشور ما یک که ناامنی و بسیار مسائل نامنی. و سختی هاست خب آل وقتی در وسط سختی ها و مشکلات هستند این فکر اگر بکنن چقدر احساس آرامش پیدا میکنن اینجا میشه صبر سازنده ولی اگه نه همین مشکلات که الان شما فرمودین هست از این مشکلات که نمیتونه خارج بشین مشکل بودنی هست اگه جزه هم بکنیم همه ناله کنیم شکایت کنیم بازم این مشکل هست تازه خود سختر میکنه به خود, خود مشکل. که که یک پاداش اخروی برای اونها هست و به اون میرسن این گپ میتونند که آرامش دهنده باشه برای اوقات خود خور تخ نمیکنه یعنی رقم نمیمانند بالاخره تغییر میکنن زمان میگذره و بله. اوضاع شرایط تغییر میکنه دقیقاً مثل حکایت صبر ایوب احسن خب سمرات صبر که ما میگیم که باعث تربیت انسان میشه بالاخره یک روز میگذره همیشه پایدار نیست همونطور بیماری بله. بالاخره امروز اگه بیمار است مثلا فردی بیمار از فرزندش میای بیتابی کنه اینا او بیماریش که خوب نمیشه حتی باعث میشه مادر خودشم بیمار کنه حالی حال یکی بیای از بیرونی دو تا بیمار رو جمع کنه ولی بله نه مادر مقاومت کنه اینو رو دوا دکتر کنه بهش رسیدگی کنه همون رو هم باعث میشه که زودتر بهبود پیدا کنه ام. یکی از دیگر ثمرات تربیتی آثار تربیتی صبر اینه که باعث میشه انسان رو از گناه و دور کنه این رو به انسان کمک میکنه ام. یعنی همون قوت انسان چنان بالا میره که به راحتی میتونه از این گناه دوری کنه خب بر سب... علاوه بر اون بر صبوری پاداش میگیره در این دنیا هم هست نه تنها در آخرت بلکه باعث میشه که گناه هم دور بشه من اینجی داستان حضرت یوسف رو از قرآن برداشت کرده خلاصه بگوین که فرصت کم هستن. باشه چش حضرت یوسف میگن تر مراحل زندگی خودشون آنها ما نمیخویم تک تک بگیم مشکلات زیادی رو دیدن از بله. در سنین کودکی از خانواده جدا شدن اینها ولی بله اون نقطه ای که باعث شد که حضرت یوسف عزیز مصر بشه بلد. وقتی برادرانشان وارد مصر شدن و فهمیدن یوسف همو برادرشانه و گفتم ما تو به چاه انداختیم بعدش هم به عنوان برده فروختیم چطور شد شما عزیز مسخ حضرت یوسف در سوره یوسف آیه 90 خیلی جواب خوبی به میدم میگه همان خدا بر ما مننت نهاد که هر کس پرهیزگاری کنه یعنی تقوای خدا رو به بیاره و شکیبایی کنه. یعنی شکیبایی, شکیبایی مبعث شد کنه. که پاداش شایستهی دریافت در کنه. خداوند هم پاداش افراد نیکوکار رو تباه نمیکنه. این جریان رو میگم دیگه اصلا قصص نام بردن که پاک صبر بر گناه مم. پاک حضرت یوسف رو ما میخوایم بیان کنیم بله. با وجودی که شرایط گناه مهیا ها بود حضرت یوسف باعث شد که جلوی خودش می بگیره و استقامت کنه و مقاومت کنه و از خداوند طلب کمک کنه بله. و حتی زندان رو باعث شد قبول کنه تا گناه مسیحیت انجام نده و آخرش هم که چناس که عزیز مز شد عزیز مز شدن رو میگن علتش اون بود که پاکدامنی دامنی به خرج داد در برابر هوای نفس خودش استاتیکی که چون گناه انسان میخواد انجام ده هوای نفس خود میخواد پیروی کنه ولی اینجا ارزش واقعی صبر رو بدانه ارزش واقعی دنیوی و اخروی صبر رو بدانه در برابر گناه انسان استادگی میکنه همانطور که حضرت یوسف در برابر گناه استادگی کرد و به درجات عالی رسید بله. و این خود هم از لحاظ زندگی دنیوی هم از لحاظ آخرتی و حتی درس شد برای جامعه ما ام. امروز که جوانان امروز با سب کردن ها در برابر مشکلات در برابر فشار زندگی میتونن با سب کردن به درجات عالی برسن بله. و یک چیز رو هم بدانن وقتی انسان عجله داره و میخواستری به یک چیزی برسه بیشتر چیزهایی که باعث میشه شکیبایی و سیاست رو از ما بگیره ام. مسائل دنیاوی هست این مسائل دنیاوی است که باعث میشه مانع ایجاد بله، بشه مادی و دنیاوی آره مادی دنیاوی همین ارزش هایی که مادی مثلا من میخوام خانه بخرم از هر رایی شده حتی از گناه و این پول رو به دست بیارم خب خودش مانع ایجاد میکنه برای انسان بس چون عجله دارم ولی اگه صبر باشه به طریقه خوب میتونه انسان این راه رو پیش ببره و و, و چون به این رو باید بدانیم که صبر کردن ارزش دنیوی اخروی داره ولی به مال دنیا رسیدن یک فانیه ما امروز به این مال در دست ماه بله. فردا این مال برای من ارزش نداره ام. و یا حتی از ممکن این مال رو به یک شبستان دست بده ام. پس ارزش نداره دنیا و آخرت خود تا به او برسه بسیار عالی و لذت های زد زود دنیاوی انسان رو باعث میشه ام. که خدای نکرده به خصوص زندگی های مسائل جوانان ما رو بله. کنه و صبر انسان از دست بره ام. و او شکیبایی که باید در زندگی خود داشته باشه انسان نداشته باشه بسیار عالی بله این سمرات صبر نه تنها برای ما اخروی میتونه باشه بلکه دنیاوی هم میتونه باشه یعنی ما اگر صبر کنیم بر حال او نتیجه او را هم در این دنیا می‌بینیم که شاید موفقیت‌ها ها و پیشرفت ها و بسیار مسائلی که گفتیم زیاد برای بیننده های خوب ما و همچنین ما در آخرت هم پاداش و اجرهایی را حتما و حتما خواهیم دید تشکر میکنیم خانم خانم خواهش میکنیم شالا موفق و معییت باشید در جلسه باشد. آینده شالا کارکرت های صبر رو بیان میکنیم بسیار که راید. واقعا میتونه در زندگی های ما سازنده باشه زنده باشه حتما معییت باشید تشکر از حضور شما بله بیننده های عزیز از شما هم سپاسگزار هستم. هستم همکسی که خانم حسن زده گفتن در روزهای آینده همچنان بیننده برنامه باشین. لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل هست امیدوار که از این لحظات استفاده ببرین و به خدای خوب خودمان نزدیک تر شدیم التماس دا و خدا نگه دار